امام صادق علیه السلام میفرماید تعجب میکنم از 4 دسته از مردم که چرا تو 4 تا بحران و مشکل به 4 تا ذکر پناه نمیبرن. امام صادق میخواد 4 تا ذکر یاد بده، ذکرهای قرآنی، اونم از زبان امام صادق. حضرت فرمود عجب تو من اربعین، تعجب بکنم از 4 دسته مردم، کیف لا یفزع الى اربعین، چرا پناه نمیبرن به 4 تا ذکر. 1، عجب تو لمن خافه، تعجب بکنم از کسی که ترس و نگرانی تو زندگیشه به هر دلیلی. بعضی هستن نگرانن، میترسن، هر دلیلی برای ترسش وجود داره. امام صادق میفرماید عجب تو لمن خافه کیف لا یفزع الى قوله، چرا پناه نمیبره به این قول خدا، به این ذکر، حسبنا الله و نعم الوکیل، این ذکر برای رفع ترس. 2، عجب تو لمن اغتم، تعجب میکنم کسی که غم و غصه داره به هر دلیلی، دلش گرفته، غم داره. امام صادق میفرماید تعجب میکنم چرا پناه نمیبره به این ذکر، کیف لا یفزع الى قوله، به این ذکری که خدا تو قرآن یاد داده، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این 2. 3، عجب تو لمن مکربه، تعجب میکنم از کسی که دچار مکر و فریبه، یعنی مثلا یه معامله، یه ازدواجی با یه عده ای هست که میترسه اونا دورش بزنه، میترسه فریبش بدن، میترسه توی یه کاری گولش بزنن. خب این که خبر نداره که از اونا، درست نمیشناسه اونها رو. امام صادق میفرماید توی همچین جایی که اگر کسی میترسه که توی معاملهی، توی ازدواجی، توی قراردادی، توی کاری دورش بزنن و فریبش بدن، چرا پناه نمیبره به این ذکر، و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، کارمو واگذار کردم به خدا، خدا آگاه به بندگانش، و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. این 3. 4، امام صادق میفرماید عجب تو لمن اراد دنیا و زینتها، تعجب بکنم کسی که دنیای حلال میخواد، رزقش میخواد زیاد بشه از حلال، کیف لا یفزع الى قوله، چرا این ذکر قرآنی رو که خدا یاد داده تو قرآن، چرا این ذکر رو نمیگه؟ ما شاء الله لا قوت الا بالله، ما شاء الله لا قوت الا بالله. خب ببینید 4 تا ذکر امام صادق یاد داد. این ذکر رو فلان مثلا مرتاز و فلان درویش و فلان کس نگفته ها، امام صادق اونم از قرآن گرفته و داده. کسی که میترسه و نگرانه، حسبنا الله و نعم الوکیل، کسی که غم و غصه داره و دلش گرفته، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، کسی که میترسه دچار مکر و فریب بشه، و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، و کسی که دنیای حلال میخواد، ما شاء الله لا قوت الا بالله. خب حالا دقت بفرمایید پشت این کلام امام صادق چیه؟ من اینو میخوام بگم، اگر کسی حسن ظن به خدا داشته باشه که خدا با دست مهربانش داره عالم رو اداره میکنه، کی؟ خدا، همونی که همه کاره عالمه پشت توه ها، وقت ترس داره دیگه، حسبنا الله و نعم الوکیل. اگه کسی این باور رو داشته باشه دست خدا پشت منه، خب خدا بس منو، حسبنا الله و نعم الوکیل، کارم واگذار کردم به اون. اگر کسی حسن ظن به خدا داره، خب خدایی که گره گشاست، مشکل گشاست، اگه بنبست تو زندگی ما پیش بیاد، بنبست مال ما، مال خدا نیست، خدا باز میکنه، غم و غصه دیگه نداره، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ببینید حسن ظن به خدا اگه باشه که یه همچین خدایی تو عالم داره اداره میکنه، دیگه خوف نمیمونه، دیگه غم و غصه نمیمونه، دیگه مکر و فریب دورت نمیزنن وقتی خودتو بسپاری به خدا، دیگه اون آرامشی که تو زندگی باید برات پیدا بشه پیدا میشه. خوش به حال کسی که این حسن ظن رو پیدا بکنه.